راهگشا بوده، حتی امروز. ملت ایران رأی دادن جمهوری اسلامی هر چه زحمت داشته و توان داشته است در طبق اخلاص گذاشته است، گفت ما اسلام میکنیم. اگر ملت رو میخواهید هی نگید که ملت با من هم ملت کنه، ملت با اسلام. وقتی شنفتم که از اصلی ترین شعار جمهوری اسلامی، یعنی خود جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که اصلی ترین شعاره، وقتی دیدم از این اصلی ترین شعار اسلامش حذف می شود، باید به خود بیان، باید بفهمن که دارن راه رو غلط گیرن، اشتباه می کنن، باید تبری کنن. خداوند انشاءالله ما را موفق کند به اینکه یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند. وقتی میبینن در روز قدس به نفع رژیم غاصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده می شود، باید متنبه بشن، باید خودشون رو بکشن کنار، بگن نه نه ما این ما با این جریان نیستیم. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است، برای نفع بعض اشخاص و بعض گروه ها نیست. نباید اگر چنانچه یک قانونی بر خلاف نظر من بود، من بیام بیرون و هیاهو کنم که من این قانون قبول ندارم. این قانون خوب قانون نیست. قانون خوب است، شماها باید خودتون را تطبیق بدید با قانون. اون قانونشکنیشون، اون اختشاش جوییشون، تشویقشون به اختشاش و کشوندن مردم به عرصه اختشاشگری، اینم نتایجش. اگر با قلم ما، با قدم ما، گفتار ما خدای نخواسته یک آسیبی به این مملکت برسد، یک آسیبی به این جمهوری اسلامی برسد، در خارج بودن من نمیتونم اداره بکنم، خودمون دامن بزنیم. چرا باید ما به واسطه یک بردی که با یک شخصی یا با یک جمعی داریم در دنیا جوری بگیم که دنیا به جمهوری اسلامی تبدیل بشه؟ خداوند ما رو از این گرفتاری ها نجات بده. ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد. وقتی می‌بینن سران ظلم و استکبار عالم از اینها حمایت می‌کنن، رؤسای آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینایی که مظهر ظلمن، اینا دارن از اینا حمایت میکنن، باید بفهمن یک جای کارشون عیب دارد، باید متنبه بشن. وقتی میبینن همه آدمهای فاسد، سلطنت طلب از اینا حمایت میکنه، توده ای از اینا حمایت میکنه، رقاص و مطرب فراری از کمر از اینا حمایت میکنه، وقتی این رو میبینن باید متنبه بشن، باید چشمشون باز بشه. ما
ولایت فقیه هست که جلوی دکتاتوری را میگیرد. اونقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه میکنید معلوم میشه. اونجا کسانی که حالا از اوائل انقلاب یادشون هست میدونن بعضی بودن از یاران امام، از نزدیکان امام، در دهه اول انقلاب در حال حیات امام کارشون به مقابله با امام کشید، کارشون به معارضه با امام کشید، ایستادن پای این که امام رو به زانو در بیارن، ایستادن پای این اثبات کنن خطای حرکت امام رضوان الله تعالی علیه را، اون مرد بزرگ را، اون مرد الهی را، و زاویه پیدا کردن. خب انقلاب اینها رو متروک کرد، تردشون کرد. اینا باید عبرت باشد برای همه ما.